ماجرا برمیگرده به فیلمی که صفحه خود آقای خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس به اشتراک گذاشته، یک فیلم 1 دقیقه و 39 ثانیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی همونطور که در مقدمه هم اشاره داشتیم خطاب به خانواده قاسم سلیمانی میگه که در دیدار با فرماندهان سپاه صحبت گرم و گیرایی کردم، من حرف میزدم اما حرف خدا بود و زبان من و خیلی هم تاثیرگذار. 20 سال پیش شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم، بعد من نشستم رو پله یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلن هم فکرشو نکرده بودم، خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت. بله، در این پدیده در مروری تاریخی خب از علی خامنه‌ای که زمان انتخاب شدنش برای مقام رهبری جمهوری اسلامی در خرداد 68 گفته بود باید خون گریز بر جامعه اسلامی که رهبرش من باشم، در یک روند نزدیک به 3.5 دهه روایت‌های مطرح شد، از چه از خودشون که گفته بودن از قطار در حال حرکت به بیرون پریدن تا نماز بخونن، تا اظهارات دیگران همچون سعیدی امام جمعه قوم که گفته بود رهبر جمهوری اسلامی در زمان به دنیا آمدن و خروج از بدن مادر میگوید یا علی، روندی که به نوعی معجزاتی رو رفته رفته به آقای خامنه‌ای نسبت دادن تا بگن که ایشون برگزیده خداست، نائب امام زمانه، اما به نظر میرسه که رویه حالا خیلی بیشتر جلو رفته و مدعی پیامبری شده که بیان و کلام خدا در واقع در زمین رو عهده دار هستش. مجید مسعودی یکی از کاربرانه که با اشاره به همین موارد نوشته فقط اکسیر قدرت مطلقه و بدون پاسخگویی میتونه چنین بلایی رو سر یک فرد و یک ملت بیاره. فرج سرکویی نویسنده سرشناس نیز در یک رشته توییت با اشاره به موضوع تکبر و خودشیفتگی در اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو شاخصه بارز مستبدان میخونه و مینویسه که مالی خولی های مهتری، خودشیفتگی، خودخواه، خود خدا، پیامبر و زبان خدا و فرزانه پنداری و نارسیسیسم شدید از شاخصهای مستبدان در پایان کار اونها هستش. مستبدان به تدریج در دام فریب قدرت میفتند، غافل از لرزان بودن قدرت استبدادی، تصویر دروغین برساخته خود و مدعیان رو باور میکنند، اما تاریخ ظهور و سقوط مستبدان بسیاری رو دیده. برخی هم خامنه ای رو بیمار، متوهم یا فردی که به زوال عقل مبتلا شده توصیف میکنه، مثل سیروان که نوشته اگر شما با خدا صحبت کنید اسمش عبادت، اما اگر مدعی بشید که خدا با شما صحبت میکنه شما مبتلا به اسکیزوفرنی هستید. کاربران بسیاری هم از بعد مذهبی به این موضوع اشاره داشتن که در این سالها چه جوانها و شهروندانی که به خاطر کوچکترین نقد، تفسیر یا روایت متفاوت از مسائل مذهبی در ایران با اتهام سب و نبی در جمهوری اسلامی اعدام شدن. از جمله کاربری با نام چراغ آسمان که نوشته خامنه ای جلاد ادعای خدایی کرده، اگه همین حرف رو یکی از مردم میزد به جرم توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به ائمه، محاربه و غیره اعدام میشد. همه دیکتاتورها زمانی که به پایان عمرشون نزدیک میشن با اتکا به قدرت مطلق توهم خدا بودن بهشون دست میده. یه توییت دیگه هم فقط بخونم. در توصیف تمامی این مسائل فاطمه شمس در اکس خود اینگونه نوشته که خامنه ای دوچار توهم نیست، دوچار نخبته، خودپرست و خودبزرگبینه، از چپاول اموال مردم و کشتار بیوقفه اونهاست که هنوز بر سر قدرته. وقتی او را بیمار روانی متوهم معرفی میکنن از او سلب مسئولیت کردن، انگار دست خودش نیست، اما اینگونه نیست، خامنه ای خود فرعونه.